تنها در جنگل‌های دورافتاده سوئد 8 شرکت کننده باید توی سخت‌ترین شرایط در برابر طبیعت وحشی برای بقاشون تلاش کنن و توانایی‌هاشون رو در برابر گیاهان سمی، حیوانات وحشی و بلایای طبیعی محک بزنن. هر کس که بعد از پایان 5 روز هنوز توی چالش بمونه و بیشترین امتیازات روزانه رو به دست بیاره، برنده نهایی این چالشه. در گروه‌های 2 نفره، بدون حضور تیم فیلم برداری، بدون تماس با همدیگه و کاملاً عایق از دنیای بیرون، انسان در برابر طبیعت. واقعا من چرا دارم چه این چالشی رو میگیرم؟ دیگه واقعا داره به اینجا میرسه، دارم به آخر میرسم، دیگه نمیتونم. من خیلی بارون رو دوست دارم، ولی الان نه، الان از بارون متنفرم. ما که حالا خیلی اوضاعمون خرابه، داریم مریض میشیم، امینم گوش درد داره، گلو دردم داریم. صبحتون بخیر. صبح بخیر بچه ها. دیشب چنان بارون شدیدی میومد که اصلا آدم تصورش هم نمیشه کرد، یعنی واقعا خود سیل اومده و امروز هم دیگه بارون نمیاد ولی طوفان شدیده، یعنی خیلی باد شدیده و خدا رو شکر چادرمون سالم مونده. حالا یه ذره فکر کنم این قسمت اومده بی داخل، ولی همه چیز اوکیه. چادرمون خدا رو شکر سالم موند، خیلی خوب ساختیم، واقعا پناهگاهمون خیلی خوب ساختیم. یه ترفند دیگه هم ما با آرمان یاد گرفتیم. یاد کنید بچه، این کیسه خوابه، خب این قسمت کلاش معمولا باید بیاد زیر سرمون، ولی ما اینو برعکس میکنیم، اینو میذاریم روی سرمون اینجوری، دیگه نه پشه بهمون میزنه نه باد اذیتمون میکنه. خیلی خفنه. از سرد شد، هوا خیلی سرد شده. جالب بدونید ما هر دوتامون شورت نداریم، شورتامون قیسه و شورت اضافه هم که نداریم، گذاشتیم خشک بشن. ببین آب رودخونه هم خیلی داره چیز میکنه، جریان داره، نمیدونم متوجه شدی یا نه، ولی صداش قشنگ میاد. ببینید خیلی جرمش زیاده، طوقیان پیدا کرد. آفره، الان اگه بپریم تو رودخونه آب قشنگ ما رو میبره. دوست دارم بازم بخوابم، ولی بعد دیگه کم کم بلند شیم. امروز هم روز آخره، فقط یه امشب داریم، فقط یه امشب هم به سر کنیم که تمام میشه این چالش. باورم نمیشه چقدر زمان زود گذشت. همین دیروز پیروز داشتم به این فکر میکردم که یه گیواب کنیم، تون ما رو باز کنیم، ولی امروز زیادم یه انرژی دیگه دارم میگیرم که میبینم روز آخره. اوف، صبح بخیر. روز چهارمه، ما هم یال از خواب بیدار شدیم. خیلی بارون خفنی دیروز اومده، سیل اومد اصلا. دیروز یه بارون خیلی بدی اومد، پشتش هم طوفان زد، ولی خب خیلی با آرامش خوابیدیم مهران. نه من که عاشق هوای بارونی طوفانی هم. من احتمال میدم حداقل دوتا تیم گیواب کرده باشن تو هوای بد دیروز. دقیقا این چادره تکون میخورد، بعد یه ذره هم الان جا به جا شده، ولی خب خدا رو شکر اصلا کنده نشد. الان هم تو که میبینید آب طغیان کرده، هم تو داره موج میزنه، قشنگ داره برای خودش میره و میاد. یه ذره هم کف کرده روش، دیروز اصلا همچین چیزی نبود. من از دیشب تا الان هیچ آبی نخوردم، نمیدونم این چند روزه دیگه زیاد تشنم نمیشه. بچه‌ها من جیشم کردم امروز و یه نکته‌ای که من بهش پی بردم، تو این چند روزه جیش من همش زرد بوده. خب یعنی قبلا سفید، ولی تو این چند روزه همش زرده. تو هم همچنین؟ آره. زرد یا متوسط؟ نه متوسط. منم دقیقا همینجوری، ولی فکر کنم نشونه بدی نباشه، یعنی اگه خیلی زرد باشه نشونه بدیه، ولی حالا از اونجایی که ما آب رودخونه داریم میکنیم یه ذره زرد فکر کنم اوکی باشه. چالش روز چهارم با شود دیده شود، ولی چقدر دلم تولد خواست. امیدوارم چالش سختی نباشه. من دلم غذای عروسی میخواد، خیلی خفنه. 1. با استفاده از کشی که توی پاکتتون هست تیر و تیر کمون بسازید و از فاصله 5 قدمی به چوب یه درخت شلیک کنید. اگه تیرتون توی چوب گیر کرد 10 امتیاز گیرتون میاد. توی این پاکتمون یه دونه چونم چیز زرد با یه کش. زرده چیه؟ 2. وسیله های اضافی رو به انتخاب خودتون تحویل بدید. هر وسیله ای که تحویل میدید 1 امتیاز داره و اگه از اون وسیله فقط یکی داشته باشید، به عنوان مثال چادرتون، تحویل دادنش 2
امتیاز براتون داره. وسایلی که میخواید تحویل بدید و توی کوله پشتی بذارید و پلم کنید. تا پایان چالش حق استفاده از اون وسیله ها رو ندارید. چادر، چخماخ، آره و تور ماهیگیری. تور ماهیگیری اینا دو امتیاز حساب. خب بچه‌ها چالشمون خیلی جذابه. تیر کمونو که من فکر کنم بتونم بسازم، ولی برای تیر کمون کش نیاز نداریم. این هر کسی این که چالشو نوشته من فکر کنم اطلاع زیادی نداره از تیر کمون، چون تیر کمونو کسی با کش درست نمیکنه. تیر کمون سیستمش اینجوریه که اون جایی که اون تناب میاد روش، اون دسته تیر کمون باید خیلی الاستیک باشه، یعنی باید خیلی یه جورایی خودش خیلی کش بیاد این دسته تیر کمون. یه بند معمولی که بذاری، بندو که بکشی، اون چوبی که چوب تیر کمونه کش میاد و وقتی که بند رو ول میکنی اون چوبه که کش اومده با حالت اولش برمیگرده، اون تیرم با سرعت خیلی زیاد به سمت جلو پرتاب. آقا صبحتون بخیر. من نمیدونم ساعت چنده یا چیه دیگه قضیه، ولی یه طوفان شدیدی اومد با یه بارون شدیدتر و اینکه شانس گند ما باد از این بر میومد. وای من سکسگم دارم گرفته. دقیقا از جایی که خونه ما بازه. بعد اینکه کیسه خواب ما خیس شد، کفشمون که خیس بود خیستر شد، کلی از لباسای فیبی که خوش شده بود خیس شد. به فنا رفتیم دیشب، خیلی خوفناک بود، ترسناک بود، خیلی بارون شدید میومد، سیل میومد. تنها چیزی که ما رو نجات داد همین چوب زیرمون بود، یه خورده فاصلهش از زمین بالا بود. ببین تا اینجاها لچه آبا، یعنی تا زمین زیرمون خیسه. امیدوارم اتفاقی واسه گروه دیگه نیفتاده باشه، چون که خیلی وضعیت بدی بود دیشب. حالا ما یه کار خفنی که کردیم، رو چوبامون خزه ریختیم، یه ذره زده آب شد. ده دفعه پوشادیم این چادره از همه جا کنده داشت میشد، انقدر طوفان بود. خیلی هوا سرده و بعدش اینه که ما جون نداریم اصلا. من فیفی از بیجونی داریم میمیریم. من دیگه خسته شدم واقعا، ولی خیلی حالت تهوع شدید دارم. میخواستم بگم معده درد شدید دارم، گلوم و گوشم درد میکنه، سردرد دارم. منم خیلی سرگیجه دارم. دو دفعه از صبح میخوایم پاشیم و هی من پا میشم سرم گیج میره اینا. فیفی میگه اوکی اشکال نداره، یه ذره دیگه بخواب، یه ذره دیگه پیش بره، من پانیز رو میخورم. خیلی به اوضاع خیته. حالا شانس آوردیم من میدونستم ما امروز باشیم دیگه نابودیم. مطمئن بودم موضوع رو. به همین علت اگر که یادتون باشه بلوبریامونو کندم از دیشم که بخوایم الان بخوریم. من دیگه واقعا دلم نمیاد بلوبری بخورم، حالا برای به هم میخوره. بعدن میخوره برم صورتم اول بشورم. من رو نگفتم تو این وضعیت داریم توی یه لجنزار میخوابیم، بعد میگم صبح شده برم صورتم اول. من باید نم اثبات زدم، ولی دنده ها که روزم نزدم نزدم. جالب اینجاست که هیچی نمیخوریم که مسواک بزنیم، ولی پانیز همچنان داره تلاش میکنه که مسواک بزن، ولی یه روز دیگه مونده. ما میتونیم این به این موضوع که فکر میکنم خیلی خوشحال میشم، خیلی انرژی میگیرم. خیلی دوست دارم چالش های امروز یه چیز آسون باشه که بتونیم بریم. همین الان ببینیم. آره چالش ها خیلی دوست دارم که تیمای دیگه چالش ها رو نرفته باشه. دلم میخواد واقعا قایقه هیچی درست نشده. ما میتونستیم قایقمون رو خیلی بهتر بدیم، ولی چون داشت بارون شدید میشد، فیفی هم که میرفت آب خیس میشد، گفتیم اوکی اشکال نداره همین رو ترای کنیم. وگرنه همون ایده‌ای که داشتیم چوبای کوچیک‌تر میشد. یه بعدی این بود که تمامیم که داشتیم افتاد توی آتش نصفت. نمی فقط اون وضعیت موامو، من حالم داره از موهام به هم میخوره، دارم چیز میکنم که ای کاش کچل میبودم. چالش روز 4 بذار من واسه شاید یه چیز شاید چند تا یه چیز آسون بود. خودم رو تو باز کنیم چون ندارم ناخونامو. بای اینو نه، اینو واقعا فکرم صفت هستن. نه اینو صفت هم هستن، تو دیگه نیستی. من از ماتریکس خارج شده. نه واقعا صفت نه به خدا همش همینه. روزا یه چیزی داریم اینجا. یا اول وزن این یه چیز باش قفل میکنید. با کشی که توی پاکتتون هست تیر کمون رو تیر بسازید و از فاصله 5 قدمی به یک چوب درخت پرتاب کنید. اگر چوب گیر کرد ده امتیاز دریافت میکنید. اوکی تیر کمون رو تیر به یه درخت، بعد باید بره تو درخت. شد دومی وسیله اضافی رو به انتخاب خودتون تحویل بدید. هر وسیله‌ای که تحویل بدید یه امتیاز داره. تا پایان چالش حق ندارید پلم رو باز کنید. تا پایان چالش یعنی تا فردا. تا پایان چالش یعنی اگر فردا از اون 5 وسیله که همراه خودتون بردید، اگر ازشون فقط یک عدد دارید 2 امتیاز حساب میشن، مثل چادر رو بگیرید. چادر رو
چادر تحویل بدیم خطرناکه، ممکنه امشب دوباره بارون بیاد. چادر ولش کن. حالا ببینیم تا از هوا چطوره. آخه ننوشته از الان تحویل بدیم. نه دیگه، چالشمون شروع شد، خوندیم دیگه. اول بریم صورتامونو بشوریم، یه ذره بلوبری بخوریم، بعدش بشینیم تیرکمون درست کنیم با تیر. آره. بعدش هم وسایلمون رو تحویل بدیم. آره دوتایمون انجام بدیم. چون که واسه یه چالش اول مثلا اگه ما بخوایم ارمون رو مثلا تحویل بدیم، شاید لازم داشته باشیم واسه تیرکمون درست کردن. اول ما شماره یک رو انجام میدیم، بعد شماره دو. شماره دو. آفرین. انقدر چشمم عادت نداره، یه کوچولو نور میاد چشمم درد میگیره. اومدم صورتم رو یه کوچولو بشورم، تا الان دور آتیش بودم، که بعدش بریم سراغ تیرکمون، یه ذره بلوبری بخورم. آبش چش رولبک زیاد داره و واقعا خیلی چنده شد. یه کوچولو بادم داخل آب. دقت کردین آب یخ کلا به آدم انرژی میده؟ من صبح که میام صورتم آب میزنم واقعا یه 2% شارژم بیشتر میشه. بچه نمیدونم تا چه حدی معلومه، ولی یه ذره آفتاب اومد. وای خدا، تو رو خدا نشون بده آفتابو. الان میره ایناش. شما نمیدونید چقدر دیدن آفتاب خوبه، جدی دارم بهتون میگم. ببین خیسیم، دوتای لباسمون خیسه، جون نداریم، احساس میکنم آفتاب یه ذره باعث جون میشه برامون. امیدوارم دیگه بارون نیاد، دیگه نمیتونم. ولی بارون که میاد یه خوبی که داره اینه که اون پشه ها هستن که کل جونمون رو خوردن، اونا میرن. و اینکه اگه جدی میگم، اگه بیشتر پشه میومد و بیشتر میزد، ممکن بود سر پشه گیواب کنم. شما نمیدونی چقدر درد داره، خیلی بده. ببین همچنان از بدنم باید ببینید که چجوریه. به خدا میخواییم پشیم، نمیتونیم، یعنی خیلی بده. این سرگیجه قشنگ اینجوری هم، سرم هم سنگی. حالا باید آب زیاد بخورم، حداقل آب بلوبری الان برای خودم درست میکنم. آب بلوبری میزنم، به نظر من بهترین کار میتونه باشه همچین چیز. آرش که از چشمام میاد واقعا. باورتون میشه؟ منم فیفی هنوز پو نشدیم از جامون، خیلی وقت اینجا اینجوری نشستیم. میخوایم بلند شیم، نمیتونیم. بعد تمام این پیچ میچای چادرمون رو دوباره صفر کنیم، برای اینکه خوش در اومده جلو در اومده. بذار من پشم بهتون نشون بدم دیگه، وقتشه. وای وای، سرم داره گیج میره. خب با اینکه ما همین الان از خواب بلند شدیم و هیچ انرژی نداریم، ولی باید برای اولین چالشمون دوباره بریم توی جنگل، چون که بهتون گفتم ما شدیداً مشکل کمبود چوب داریم و اگه چوب می‌خوایم بعد توی جنگل پیدا کنیم. من بعد دنبال یه شاخه درخت باشم که هم تر باشه، تازه باشه. وای صبونه آرمان. آره بزنیم. آه چقدر بزرگن. بعد نمیدونم دقت کردید یا نه، ولی فکر کنم واسه کمبود انرژی، مثلا من راجع به چیز دارم صحبت میکنم، بعد یو حواسم پرت میشه، یا اشتباه میکنم، یا یادم میره. و مثلا چه میدونم 50 متر 60 متر که راه میریم سریع استراحت میکنیم، از نفس میافتیم. داشتم میگفتم چوبی که پیدا میکنیم باید تر باشه و خیلی انعطاف‌پذیر باشه، بعد خیلی انعطاف‌پذیر باشه و تازه که سری نشکنه. امیدوارم پیدا کنیم. بچه خودتون ببینید آقا، یه دونه بچه قورباغه. سلام قورباغه، چجوری قورباغه؟ اسمشو میذارم قورقوری. قورقوریمون، قورقوری. بعد روزی که ما بعد عکس بگیریم که این قورباغه نیستش، ولی امروز که بعد تیرکمون بسازیم، بله قورباغه ده میاد بیرون از جاش. خب آقا ما چوبمون رو پیدا کردیم، ببینید یه چوب تر خیلی زیبا میتونستیم پیدا کنیم، یعنی از یه درخت کندیم. امیدوارم که شما ناراحت نشید، برای انجام این چالش باید این کارو انجام میدادیم، چون چوبایی که رو زمین اصلا به درد نمیخورن. چوب باید تر باشه برای تیرکمون. و الان دنبال یه چوب خشک برای تیریم. خب بچه‌ها ما یه تنه درخت پیدا کردیم که روش میتونیم تیرکمونمون رو تست کنیم، و خود تیرکمون هم که الان پیداش کردیم، فقط بعد کشو بهش نصب کنیم. و درختی که ما پیدا کردیم، این تنه درخته توی چالش ذکر نشده بود که درختش تازه باشه، واسه همین ما یه تنه درخت قدیمی پیدا کردیم که پوسیده است. دلیل اینکه پوسیده است اینه که تیر ما چوبیه، اگه این تیر رو حتی با تیرکمون واقعی که قدرتش میشه گفت 100 برابر یه تیرکمونی که آدم با دست میسازه بزنه توی درخت زنده، به هیچ عنوان گیر نمیکنه. ولی توی چوب پوسیده امکانه که گیر کنه بیشتره، چون چوب پوسیده نرمه، و واسه همین ما یه تنه درخت پوسیده انتخاب کردیم. خب حالا فاصله رو ببینید، یه قدم، دو قدم، سه قدم، چهار قدم، پنج قدم، تقریبا این چوبی که رو زمین میبینید
من باید پشت این وایسم، از این فاصله باید بزنم به تنه درخت و ببینم که آیا تیرم توش میمونه یا نه. و یه نکته ای فکر کنم بچه های دیگه قدماشون کوچیک‌تر باشه، دهن ما سرویسه. حالا بریم برای درست کردن تیر کمونمون. اول از همه این چوب اگه از این فاصله کش بیاد اوکیه، پس نخمونو یه طرفشو به این ور میزنیم، ولی این گرش باید خیلی مهم باشه که باز نشه. بچا این سمتش ما بعد دیدونه فرو رفتگی درست کنیم، دقیقاً مثل اینجا که کشمون دقیقاً بره داخل فرو رفتگی چفت بشه. دستم گفتم حواست باشه. وای خیلی خونم. آو آرمان ترکوندیش، ببندش با دستت، ببندش آشغال نره توش. این فکر کنم کمک های اولیه رو باید باز کنی. نه باز نمی کنم، به گوشتت داره میرسه. اینم از تیرکمونمون. حضرت چیه؟ بعد خوبیش اینه، اینه که اگه بکشی چوبم کش میاد. اوکی قدرتش خیلی کمه ولی امیدوارم که موفق بشیم. بچه این زخمه هم که الان داریم به خودمون میزنیم همش از کمبود انرژیه. من نذاشتم که این پوست باز بشه، یه جورایی بخیش زدم با دستم. تا یکی دو ساعت به نظرم باید ببندش. اگر دیدی که مشکی شد باید ضد عفونیش کنیم. خب آرمان مشغول تیز کردن تیرمونه. دستت بهتره؟ ای بدک دیم. این بده. منم الان میرم سعی میکنم که این چالش تیرکمون رو انجام بدم. بعدش این فکرامونو میکردم که چه وسیله هایی تحویل بریم. من به شخصه تمام وسیله هایی که دارم رو تحویل میدم، به جز فقط کاپشن، حتی پولیور هم تحویل میدم، تیشرت هم تحویل میدم، فقط کاپشن و شلوارمو نگه میدارم، حتی شورت هم میخوام تحویل بدم. و آرمان هم همینطور. و داشتیم فکر میکردیم بهترین کار اینه که چالش تیرکمونی که انجام دادیم برگردیم، از اینجایی که چوب از دیشب تر کردیم و توی چادره ببینید خودتون، سعی کنیم یه آتیش روشن کنیم و بعد سنگ چخماق هم تحویل بدیم دیگه. قمقم آبمون رو تحویل میدیم، ست ماهیگیریمون رو تحویل میدیم، هر چی که داریم تحویل میدیم به جز چادر و دو تا کیسه خوابمون. دیگه فکر کنم بیشترین امتیاز ما بیاریم. اینم از تیرکمون جنگلیمون. تیرم حتی جا دست نداره، امکانش هست به سمت کج بره. او میبینی بعد بلند باشه واسه همینه، چون بر میگرده تیرمون باید بلند باشه. بچه اینجوری اصلا هیچ شانسی نداریم. اوف خورد به دستم. وای اینو خیلی کلفته، انرژی میبره تا بخوایم اینو نازکش کنیم. سوال من اینه که چرا چوبای توی جنگل صاف رشد نمیکنن، همشون کجن. وات فاز. داشتم این چوبه رو میباریدم که یهو چاقوم در رفت و خورد به نوک انگشتم. نمیدونم، فکر کنم آوردن این چاقو تو این چالش اشتباه بود، چون که خیلی تیزه، اصلا آدم فکرش رو نمی‌کنه، ولی تو اون لحظه مثلا آروم می‌خوره به دستتون ولی دستتون رو می‌بره. تا الان کار دست هممون داده، زخم منم خیلی عمیقه، نمی‌دونم متوجه می‌شید یا نه. اینا همش واسه اینه که انرژی نداریم، همش واسه اینه که خسته ایم ولی می‌خوایم این چالش رو انجام بدیم، تنها دلیلش همینه. فیفی اینا رو می‌بینید دیگه، فیفی می‌خواد گلبریاش رو دونه دونه بخوره، من نمی‌خوام دونه دونه بخورم واقعا، من میخوام بکوبمشون بارو برگوینم هم، ولی میخوام بکوبمشون. احساس میکنم که آب بدنم، گفتم که خیلی کمه و این سرگیجم به خاطر اون هم میتونه باشه در، ولی واقعیت سرگیجم گشنگیمه. من مشکل معده هم دارم، یعنی دو سالی مشکل معده دارم، رفتم اندوسکوپی و یه سری داستانی سر رژیم غذایی مخصوص معدم هم دارم، آلرژیک کاملم، نمیدونم بهتون گفتم یا نه، ولی من کلم به تمام حیوانا، به تازگی و میوه ها، به گل و گیاه ها خیلی حساسم. واقعا خدا دوستم داره، این جدی دارم میگم، که الان تو این چالش وسط این نمه گل و گیاه و اینا من آلرژیم نگرفته. من گفتم که به خاطر آلرژیم ممکنه گیباب کنم، خیلی از این موضوع خوشحالم و نمیدونم با بدنم حال کردم. یعنی توی مایام که بهش بگم دمت گرم که فهمیده الان چالش اوضاع سخته، دیگه اذیتم نکنیم. حالا یه سری هم میگن که وقتی که خیلی غذا نخوری بدنت کاری برای انجام دادن نداره، من شروع میکنه به ترمیم بدنه، یعنی جو زخمات زودتر خوب میشه اینا، از اینجور داستانا. هندیای رژیم اینجوری دارن، 3-4 روز چیزی نمیخورن بعد میخورن برای تسویه بدنشون. حالا تا چه حد درسته یا نه نمیدونم، چیزی که شنیدم و دارم بهتون میگم و
اگه بدونم که قراره چند روز غذا نخورم آسمم و آلرژیم خوب شه لیتس گو میکنم این کارو، ولی خیلی حالم بده، یعنی واقعا نمیتونم، یعنی اصلا از این روزام که فقط بخوابم. بچه ها بریم برای تست دوممون. این سری ما یه تیر بزرگتر درست کردم، تیرمون یه ذره کجه ولی چوب از این بهتر پیدا نکردم، امیدوارم که فقط بخوره به هدف. اوکی، پای من دقیقا اینجاست و خطی که باید باشه. سه مترم نرم، بهت میگم کشو بیشتر بکش. آره کشو باید بیشتر بکشم، بذار این برشو بکشم. نگاه اینجا باید گره بخوره بیاره. خب بیا یه کاری میکنم اینجوری قدرت کش، وای دستم داره خونه، قدرت کش میبرم بالا. خوبه بس، وای الان بهتر شد. آره بذار تست کنم چه شکلی گرفت تیر کمون، چه شکلی. من اون مرمای نیستم که تیره دقیقه خطا رفت دوباره بزرگم. اوکی آها یه ذره دیگه اگه بتونم فکر کنم بشه. اوکی تیرمون مثل این که خیلی بزرگه. خب من سعی میکنم قسمت بالایشو بگیرم اینجا. وای میتونیم آجی، میتونیم یه ذره دیگه ترشونم میتونیم، فقط حواست باشه بهت نزنم بمیری. با این قدرتی که این داره خدایش بهتر بود. آوچ بچه ها زخم دستم باز شد. بذارم که فقط در اینجا نباید تنگش کنید عشقم، این برم بعد به تو بینی که دوبر که بسه بسه. فکر کنم چوبمون خیلی بلنده، یه ایده دیگه هم دارم، میتونم تیرکمون رو کوچیک درست کنم. یه آره تلاش تو بکنم. آره واسه تلاش دیگه بکنم. خب الان فکر کنم بهتر شد. نه بهتر نشد، به اینجا شکسته خیلی کش اومده، باید تیرکمون جدید بسازیم، هیچ راهی نداره. اوکی میتونیم با این سعی کنیم یه تیرکمون جدید بسازیم. خب الان فکر کنم بهتر باشه، مستقیم بریم برای تلاش دوم، این سری با تیر کوچیک. بچه پام روی خطه، امیدوارم دوربین بگیره. خیلی بهتر شد. وای یس خیلی بهتر شد، دیدی؟ وای یه ذره پایین‌تر، یه ذره پایین‌تر. اوکی گرفتم. وای نزدیک، از بغل خورد. خب بریم برای ضربه بعدی. آه اگه باد نیاد یعنی سافر سمت جلو میخوره. کجا میگیری دستت؟ یکم پایین‌تر بگیر. به این آسونه که فکر میکنی نیست، چون نشونه که من ندارم. نه. خب یه خورده بلوبری خوردم، من سرحال شدم، میخواییم تیرکمون درست کنیم. بعد قرار شد که من حالا تنش رو اگه تونستم بیرون بیارم پانیز تیراش رو درست کنم. این چوبه رو من پیدا کردم، یه کچورو خوشم خمیده است، ولی واسه تیرکمون میخواییم این دو طرفش رو بزنم که کچورو چوبه حالت خمیده بگیره به خودش، بعد بهش کش بس کنیم. آه خیلی بدبختی داره، انرژی نداره. نه آه موچ دستام درد میکنه، دیگه جون ندارم چاقو رو بگیرم تو دستم. روز اول همچین چوبو پوست میکندم، الان چوب داره دور پوست میکنه. دقیقاً هر وقت چوب پیدا کردی واسه تیر درست کردم بهم بگو چاقو رو بهت بدم از دستم استراحت کنه. اصلا میخوای یه دفعه پاشی حواست با آتیش باشه من تیر پیدا کنم. اوکی من حواسم به آتیش باشه، پانیز بره تیر پیدا کنه به برگره دوباره من بشینم پای تیر کنم. پانیز هر 5 دقیقه یه نره میکشه، نمیدونم چرا کور شدم. آخه چشم هم نگاه کنم، دندوناتو بیا بیا ببینم، چشم نگاه کنم کور میشم. دندوناشو چرا با بینیت بلوبری خوردی؟ بینیم بلوبریه. من انقدر گشنمه الان با چشم هم بلوبری میبارم. خدا یه سکانس اینجوری ازم بگی، من میرم با زغال مسواک میزنم میام من ببینیم فرقش چی میشه. چبه معتاد شدم نه؟ کوچیک خودم نمه؟ سیبیلات هم حتی بنفش شده در من؟ سیبیلام؟ نه یعنی مغزم گسته میشه؟ چیزی در میام جنگل روشش کنه. آره دیگه تو این رطوبت اینجا سیبیلام در نیاد چی در بیاد؟ پانیز جنگلی شده دیگه کلا. بیا خدا رو شکر که زغال پیدا کردم.
دلم مسواک میخواد ولی نه. بیا ببین منو خیلی راحته بذار دهنتو بکن. نه 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 نه. اومدیم پاک نشد سیاه میشه دندونامو. بیا ببینم تو رو. بیا نزدیک. فکر کن یه دونه گوز اومده باشه شب رو آتیشمون جوش کرده باشه. مام آره قیافه‌شو ندیدم قبل اینکه دوربین رو باشه خونه. بینیت هم بشم قیافه من وقتی پانیز جلوم این حرکات میزنه. بادا بیا میخوام برم تیرکمون درست کنم. نگاه کنید خدایی نگاه صدا شمشمین تمیزی شدی دیگه. به خدا خمیر دندونا نصفش از زغال دیدی که 4 یورو 5 یورو هم پول میدی. بعد اینکه در طبیعت به خدا تمام جرمای دندونم گرفته. شاید نمیبینم خودمو ولی شاید مثلا یکی دو تا زغال لای دندونم باشه. ولی کاملا حس تمیزی دارم. پرفکت. دود رفت تو گلوم. میخوام برم دنبال چوب بگردم برای تیرکمو. بچه خوب شد چیز خوردم. بلوبری داشتم قشم کردم. جدی داشتم قشم کردم. شوخی نمیگم. چشام سیاهی میرفت. تا حالا همچین تجربه ای نداشتم. ولی الان خیلی اوضاع بهتره. انرژی گرفتم قشنگ با آبم خوردم خیلی بهتر شدم. همچنان بی انرژی و سردرد و اینا هستم ولی اوکیه. هوای ذره بهتره خیلی باد میاد ولی خوبش اینه که یه وقتایی یه نوری میاد. همین نوره خیلی به آدم انرژی میده. خیلی خوشحالم که خودم و هم تیمی ببینید نوره رو الان اومد مثلا نگاه. اوه خدای چقدر آفتاب خوبه. زندگی بی تو بی معناست واقعا. چه بو جنگل خوبه. عاشق بوی جنگلم با نور آفتاب. یه آتیشم روشن کنی. اساسا من صداش نه. بعد به زودی میره. زودم یعنی میره. نگه خدا سنگه. آدم باید همیشه به خودش انرژی مثبت بده و حواسش باشه. یعنی جو نگیرتش خریت نکنه اینا. بچه ها نظرتون راجبه بایسته ببینم. اهم وسط سخنرانیم باطلا. نگاه کنی اصلا باورتون نمیشه که اینجا آب باشه. میبینید بعد بری تا زانو میری یا نه اصلا فکر نکن که همینجوری اولش میری. چقدر بلوبری خفنی هم داره اینجا. این شاخه شکسته یه چیز خفن اونورش دیدم برای تیرکمون. اصلا نمیخوام پوینتامون از دست بدم. دلم خواهد که حالا که هستی تلاشم رو بکنیم. تقریبا آخرین روزاست یعنی فردا تموم میشه. خوبه موافقم. نگاه برای تیر خوبه. بریم عرش کنیم بعد ببینیم که میتونم درستش کنم یا که نه. ولی آخر روز وای حواسم هم باشه واسه طرف زدن. او اینجا تارن کبوته. خونه‌شون رو خراب نکنم بذار از این ور برم. اینجا هم تارن کبوته. انرژی مثبت و ما میتوانیم با هم دیگه. خب بچه‌ها ما برگشتیم به کمپ و از این فاصله تا این تنه درخت جلوی که الان شما دارید میبینید یعنی این تنه درخت تقریبا 5 قدمه. بذارید با هم بشماریم. 1 2 3 4 5. بچه ها واقعا نمیم شاید ما رو درک میکنه. این دست منه. این تیرکمونه که نصفش خونیه. اینم از تیرامونه که نصفش خونیه. ولی داریم با جون دل تلاش میکنیم که این چالش هم بتونیم انجام بدیم و برنده این چالش بشیم. نمیدونم الان یوتیوبر دیگه حالشون چجوریه ولی این حال روز ماست. اینم از ناخونهای منه که پر از چرک شدن. وای آقا من میخوام فقط با این تیر خوب امتحان کنم. فکر کنم بهتر باشه. آمان خوبی؟ حالا در به هم میخوره؟ خسته شدم. کم 52 روز را بودم بستم دیگه. این 5 روز واقعا خستم کرد. بدون غذا واقعا سخته. بدون غذا واقعا سخته راست میگه. این 52 روز با غذا آسان تر بود یا؟ 100 درصد غذا باشه. 5 روز بدون غذا غذا و آب داشته باشه میتونید. آره ولی بدون غذا و آب اصلا نمیشه. سخته واقعا سخته. بچه ها منم داغون شدم امروز. انرژی دارم چون که روز آخره. دوست دارم فردا رو کل روزو بخوابم تا وقتی میان دنبالم. امیدوارم صبح زود بیان. امیدوارم نخوابم. یک بار بزن. نه چرا میره سمت راست؟ نمیفهمم. این سری چپ رو نشونه میگیرم. بچه ها من نمیتونم دیگه واقعا. اعصاب آدم خورد میکنه چالش.
رو فاک پشه سرویس هم کردن از دیشب الان تقریبا چند ساعت ما درگیر این تیرکمونیم و نه خیر من گیواب نکردم بچه ها من اصلا خود شد ولی گیواب نکردم چقدر باد داره میاد بچه ها تیرکمون جدیدی که من ساختم اینجوریه رفتم یه چوبه خیلی تازه پیدا کردم و این چوبو از پایین و بالاش هم جایی که میبینید بریدم که حالت خوصی مانندش باشه جا تیر براش درست کردم و فکر کنم خیلی بهتر از تیرکمون قبلی باشه فقط امیدوارم که جواب بده اگه جواب بده عالی اگه جواب نده که بازم تمام زحمتام به هدر میره باشه این چوبه رو من یه کوچولو تا اینجاش با چاقو زدم این پایینش خیلی سفت نمیشه گفتم با اره بیام امتحان کنم ببینم جواب میده یا نه به خدا چوبه نمیبره نمیفهم یه ذره تیرکمونمون خیر داره آه دستم خسته شد یه کوچولو مونده خیلی کم مونده یه طرفش رو تقریبا در آوردم یه طرفش رو دارم نازک میکنم این طرفش هم نازک کنم باریکلا نیا کنیم آیا عرارو صبحونه خوردم خدای حالم خیلی خوب شد حال تو خوب نشد؟ حالا فرض کنم واقعا میرفتی صبحونه خفن خواهی وای تو من میخوام امروز با تیرکمونمون امپراتور رو بازهاش آه دلم تخم مرغ فرانسوی میخواد توش پیاز چیه داره و کالباس و این داستانا و همین دارم پف میکنه یا تخم مرغ پنیری تخم مرغ پنیری هم خیلی خوبه پنیر بذار روش و یه کافی هم بغلش باشه کافی چی میخورم؟ کافلاته میخورم با یه چیز بگم پرات بریزه؟ بگو تیرکمونمون تقریبا حاضره پشمام و یه ذر ریزه کاری داره تیر رو باید چقدی بزنم نگاه کن فیفی انقدر خوبه کوتاه‌تر تا اینجا تا سومی سر سومی انقدر نه این دومیه این آتیش باز خاموش شد علی اشکال نداره نمیخوام وقتم بزنم پای آتیش همش سر آتیش باشم میخوام اول چالشم برم برای وقت اضافه بردم در تا یه روز اوکی میشینیم کنار آتیش تا گفتم چه باد سردی اومد بچه ها تیرکمونی که درست کردم هنوز کامل نیست البته فقط بیسشه ازای الان خوشگلش میمونم هر ثانیه باد میذاره خونه ما رو میبره من نمیفهمم خدا وکیلی من نمیفهمم این ایده از کجا در اومد که تیرکمون آخه تیرکمون ببین دیروز قرار بود واسه پانیز یادگاری درست کنم ولی خیلی چیزه چوب سفت بود نشد اگه تیرکمون درست کردم تیرکمون رو یادگاری بهت میدم ببری منم تیرشو میبرم اینجوری میشه بعد اینجاشو یک کوچولو میدم تا اونجایی که من یادمه نه خیلی پرفکت داره انجام میدم اینجاشو باید یه ذره تخت کنیم یه ذره یعنی چیز بشه اینجاشو باید آره اینجاش باید تخت چه؟ خیلی یعنی این باید اینقدرش بره نصف چوب داره تقریبا آره بخواد حالا امتحان میکنیم ولی میترسم بزنم چوبه چیز کنار تلاش سوم با تیرکمون جدید بریم ببینیم که چیکار میکنیم خیلی بهتر بود نه؟ بچه ها نسبت به اونه که تیرکمونه خیلی بهتر بود این تیرم بازم احساس میکنیم ذره سنگینه اگه صافتر و کوچیکتر میبود خیلی بهتر میشد خب تلاش دوم وای خورد نشونه گیری با این تیرکمون عالیه فقط الان اگه نخورد یه دلیل دیگه داشته نمیدونم چرا بچه ها راستی چیزی این پایین هم تنه درخته سوال من اینه که اگه تیرکمون این پایین گیر کرد قبوله آره این هم تنه درخته دیگه آب شد افتاد پایین قبوله به نظر من هم قبوله
خب بچه ها تیرمون احساس میکنم خیلی بهتر شد. وای چقدرم خفنه. بریم برای تستش. عالی. بزاره. اون پشت اینجور با هم افتاد تو خاک. خداییش بچه ها نگاه کنید، اگه من نتونم با این بزنم به هدف واقعا شانس با ما یار نیست. واقعا یه حکمتی تو این کار است و کج رفت، ولی دفعه قبل خیلی صاف رفت. خب اینجوری تیر بزنیم فکر کنم بهتر باشه و وای خورد به تنه درخت ولی برگشت. اوکی ما موفق میشیم. خب میریم برای تلاش بعدی. ایوه بچه این تنه درخته. هولی شت ببینید به زمین گیر نکرده. این تنه درخته. تنه درخت یا کنه داخل رفته. اگه به پایین بود خب من میگفتم اوکی قبول زمین حساب میشه، ولی این آره. افقیه. ولی این افقی بود، این توی خود درخت رفت، رو زمین نبود. رو زمین خب خدایش وای میسته، ولی اونی که منظر اصلا محکم رفت داخل. من اگه داور باشم حسابش میکنم. هامی آروین انی اگه اینو حساب نکنید به خدا به مشکل برمیخوریم، به قرآن به مشکل برد. خب چالش اول که با موفقیت انجام شد، حالا بعد بریم سراغ چالش دوم. برای چالش دوم ما تصمیم گرفتیم سنگ چخماق هم تحویل بدیم، سلاح ها هم تحویل بدیم، ولی قبلش ما بعد این چوبا رو ببرم با اره، چون هیچ سلاحی بعد از این نداریم و آرمان تو این تایم سعی میکنه که با اون چوبایی که خشکن تو چادر بودن یه آتیش مشتی درست کنه و بعدش سلاح‌ها و سنگ چخماق رو تحویل میدیم، ولی آتیشمون رو سعی میکنیم روشن نگه داریم. دیگه هر وقت آتیش خاموش شد دیگه بعد شانسی آوردیم، دیگه کارش نمیشه کرد. یو بچه ها هانیز گشت تیرکمونمونو بس، منم دارم بلوبری میخورم، من میخوام بریم تست کنیم ببینم چی ساختی بانو. برو بریم. خیلی سخته این چالش، برای اینکه درخت ها اینجا خیلی سفتن، خیلی ما هرچی هم بتونیم بسازیم 5 قدم فکر کنم نوشتت فاصله. آره هرچی هم بخوایم بسازیم نمیدونم بره تو اینا یا نه. میدونستی اگه دورتر وایسیم خیلی بهتره؟ شتابش بیشتر میشه. یه درخته میخوای یه درخت پهن تر رو بریم پانیز؟ تست علکیه. 3 4 5 صفکش. برو ببینم فیفی چی کار میکنه. میره برو چجوری تن جلو برای من نره برای کچ میره اون یکی تیرم بده. حالا مشکل رفتنی نیست، مشکل اینه که نشونه گیری اونا. پابجی موبایل میزنه برو تو کارش. این چرا این شکلی میره؟ بهت میگم ولی میره مثل بچه ببین چه افتاده قشنگ و خفنی شد. اینجاش صاف نیست و اینو میخوره به انگشتم. بده من اینجاشو باید صاف میکنم. بذار اینجا من همچنان تمرین کنم. میره ولی کج میره. خیلی من باید کج راستم که این بخوره به درخت. من تا شب اینو باید بخورم تو درخت. نمیدونم بخوره. خدایا فکر نمیکنم اینقدر سخت باشه. بابا ناموسن این شد. اوه فهمیدم چجوری دست بگیرم. میخوره به دستم. فیفی داره اونه که دیر کرمونه رو تست میکنه. من که من گفتم که حالی که فیفی داره اونو تست میکنه یه چیز کوچولوتر درست کنیم، شاید قضیه مثل قایق همون بشه که کوچولوتر باشه بهتره. داستانش اینجوریه که درخت های سمت بقیه گروه ها رو نمیدونم، ولی درخت های سمت گروه ما خیلی سفتن، خیلی سفتن. آه بابا بخورم دقیقا تو درخت خوشحال شم. خدایا دارم خنده‌ای عصبی میکنم دیگه. آی دست همه این آدم جون نداره واقعا، خسته شده. من دوست داشتم چالش حشرات خیلی احساس میگرم ایزی باشه این. نه نیست، من از اول نگران درخت ها بودم. مال بادم بخور بده. انقدر میزنم بابا خال دردت چیه؟ برو دیگه. اشکال نداره، اشکال نداره. اوه این خوب رفت ولی بابا برو دیگه مادر. انقدر میزنم تا بره تو درم. بابا برو دیگه چشام پوره بخواد. پیشرفت کردم، خورد به درخت. یهی خودم.
بابا دارم پیشرفت میکنم خدایی. هانیز دارم پیشرفت میکنم، دارم همش میخوره به درخت. همین که الان ای وای میخوره بر میگرده نمیره تو درخت. بچه ها من تیرکمون رو واسه بار هزارم تست کردم، ولی تنه درخت ها واسه نشون بدم خیلی کلفته، مشخصه یعنی خیلی زخیمه، عمرن بره تو این، میخوره تو تنه برمیگرده، ولی خدایی چیز خوشگلی شده، خفن شد. اینو یادگاری میبریم خونه. دوتاییمون خیلی لاغر شدیم، شلوار من داره پا میفته، یعنی که کمربندم باز کنم افتاده. این هم خنده دارم، نمیدونم چرا دارم میخندم، انگار رژیم سرخورد بود. سرخورد. امروز کلمات خیلی دیرتر و کمتر از روز قبل میاد تو مغزم. خدا رو شکر که ذره آفتاب من یه ذره جون گرفتیم، موندیم پسر تا روز چهارم موندیم. اصلا هم من فکر نکنم روز آخری که باب میکنم. وای همبرگر میخوام با سیب زمینی. سرم گیج رفت، دست سرم واقعا گیج رفت. به خودم ایمان داشتم ولی انجامش دادیم. میدونی منظرم چیه؟ خیلی باعث افتخاره این حالت خودم تو خودم ها. حالا ببینیم امشب چی میشه. نگاه سلام قشنگا، شما هم بارو نجات دادید و اگرنم هم مرده بودیم. و اینکه کاش میتونستیم قاش بخوریم. وای کبابی کنی، گفتم کبابی. چقدر هم غذای تینا رو میخواد، چقدر دلم وای همه چی میخواد. تور ماهیگیری رو که از دیروز یاب انداخته بودم و بریم یه سر بزنیم ببینم که چی گرفتیم. به به هیچی نتونستیم بگیریم. اینم از کارهای خداست. یه روز سفره آدمو پر میکنه، یه روز آدمو گشنه نگه میداره. باورم نمیشه با تور توی دریاچه نتونستیم چیزی بگیریم. یه جایی پیدا کردم بچه‌ها، 20-20 خودتون ببینید. دقیقاً من لب این سنگ نشستم و این از ویوش از بالا. و آقا این تخت خواب خیلی خوبی هم هست. نگاه کنید چقدر نرمه. داشتیم به این فکر می‌کردیم که اگه امشب چادرام تحویل دادیم، یعنی اگه الان چادرام تحویل دادیم، شب حداقل روی این بخوابیم. ما چالش اول انجام دادیم، هر چه تلاش کردیم آتش روشن کنیم اصلاً نمی‌شد. یعنی واقعاً تو این هوا و چوبایی که داخل بودن باز هم ذره تر بودن و تو این هوا آدم واقعاً به فندک نیاز داره، با چخما خیلی سخت. و الان گفتیم ذره لباب بشینیم استراحت کنیم، یکم از این ویو لذت ببریم. آوارم که داره دستاشو میشوره، چون که 20 جای دستاشو متاسفانه زده بریده. و بعدش بریم وسیله‌مون رو تحویل بدیم. چه باد شدیدی، وای نمیدونم صدامو درست میشنوید یا نه. ولی از اونجایی که ما باید بطری‌هامون رو هم تحویل بدیم، من این شیشه رو شستم از داخل. این شیشه در اصل لوت ما توی طبیعت بود، یعنی اینجا پیداش کردیم. و الان میخوام داخل این شیشه آب تصفیه شده بریزم، بطری‌هامون رو که الان تحویل دادیم تا صبح برای خودمون آب داشته باشیم و بتونیم آب تمیز بخوریم، چون که آب این دریاچه پر از انگل و باکتری و بچه قورباغه است. یه طوفان خیلی بدی داره میاد، دارم این چادره رو فیکسش میکنم، یه چوب به اینجا اضافه کردم. اینم نخیه که تو طبیعت پیدا کردیم. خیلی باد شدیدی میاد، میبینی اصلا چادر به چه حالتی شده. دریاچه هم که اصلا کلا در حال موج زدن دیگه. مهرانم اونجاست داره آب پر میکنه. اصلا باورم نمیشه بچه‌ها، اصلا باورم نمیشه این چالش رو تونستیم تا روز آخر بیایم. فردا تموم میشه به امید خدا، فکر کنم ما ببریم. نمیدونم بچه‌ها، دو سه تا تیم خیلی پرقدرت داشتیم ولی دو تا تیم دیگه فکر کنم تا حالا گیواپ کرده باشن. اوف اه تشه میزنه. نمیدونم مشخصه یا نه، انگشتم کبود شد دیگه. اوه بایستا، اه رفت توی یه چوب ولی زیر سنگ بود. اه
تو چرا کفش و شلوار نداری؟ خب دارم برای چالش دوم جمعشون. ببین لیتس گو باری کلا این امتحان میکنم بابا خیلی خوبی سرویس شدم دستم رو نگاه اله بمیرم چالش رو رفتیم یس وای بابا میدونی هم چند ساعته داره این کارو میکنه؟ من دارم آتیش روشن کنم آتیش... آیفون اینجوری ها دمت گرم لیتس گو باورتون نمیشه انقدر خوشحالم که این 10 پوینت رو گرفتیم خیلی ناراحت بودم واسه اینکه پوینت های روزای قبل رو نگرفتیم مثلا قایق و با اینکه تلاشمون رو کردیم ولی نشد خیلی ناراحت شدم اونم واسه شرایط آب و هوایی بود که نتونستیم ولی انقدر خوشحالم که باورم دارم میخواد گریه کنم خدایی نه گریه رو میذارم واسه فردا گریه رو میذارم وقتی که برنده شدیم از این اشک شوقا واسه تک تکتون میخوام خیلی حال داد منم برم الان لباسامو کفش مفشمو تحویل بدم و لباسمو نروردم شلوار زیر بولیزای زیر فقط این کاپشن تنمه کفش و جوراب و اینا الان فیفی در میاره دیگه ساکمونو میبندیم و میشینیم منتظر که فردا شه بچه ها ما داریم وسایلامون رو جمع میکنیم من بکنم اول کفشامونو بذارم اونه که فیلتر آب دستکش من تور ماهیگیری روت فیفی زنگ شخما بولیز فیفی بودی من بولیزه من چانس رو بردیم امروز که همتر شما باز نشو شورت هم و شلوارم با همه صدا رو میشنوی؟ مولیشه چرا اومدم بیرون؟ صدای زیادی هم میاد صدا چیه؟ هر شیه زیاد هم تلید زیادی هم خشمان اوکی خودمون رو نگران نمی کنیم نه اوکیه خدایا یه امچک این چیزامون هم بذار چون بذاریم چالش روز پنج یه پامو در بردم عزیزم چالش روز پنجم میذارم اینجا این کلن اینجوریه که من لولش خب الان کجاشو قفلون کنیم قفلشو میخوای نه اینجوری که باهم میشه از توی این رد کن با از توی اون آره آقا تو رو خدا نگاه من عذاب ندارم این از اینجا رفته از زیرش اومده بالا ببین مگه اینو بخوام واکنم ببین اینو وا کردم میبینیم بس است اینجوری نمیشه این واشه میبینی آره. بیشتر بکش اوکی من فهم خواستم تستش کنم بچه ها ببینن که مگه اینکه بازش کن تست واه سفترش میاد اینم از این دست نه آقا این دارمش اینجا خب یه ذره اینجا تو چادر و دم آتیش هیچ کار دیگه نمیشه کرد آتیشمون هم خاموش شد عزیزم نه آخ کاش غذا بیارم میارم آره موی تنم سیخ شد به قرآن بریم دهنمون پر آب شد خیلی عادت مثلا الان برگردم بهت بگن دوباره میایی مثلا امروز خیلی به من خوش گذشت واسه اینه که پوینت های امروز کامل گرفتیم خب چالش اول روز چهارم که با موفقیت ما به انجام رسوندیم الان بریم واسه چالش دوم توی این کیف بچه ها هیچ چیزی نیست خب فقط یه مشت خرت و پرت مثلا چالش روز اول تا سومه و یه مشت خرت و پرت دیگه است بیا این مثلا چه میدونم این مال بسته چادرمونه و نمیدونم معلومه ولی هیچ چیز دیگه توش نیست. اولین وسیله‌ای که ما تو این کیف می‌ذاریم بچا این ست کمک‌های اولیه است که همونجوری می‌بینید پلمپ ما اصلاً استفاده نکردیم. میره داخل. دو تا تون ماهی که بازم پلمپن ما اصلاً این تون ماهی رو استفاده نکردیم. اینا میره داخل. بعدش تیشرت منه. من الان دیگه تیشرت ندارم فقط یک آپشن پوشیدم. آرمانم همچنین. تیشرت خودم می‌ذارم داخل. و تیشرت تو همین اوکی تیشرت آرمان دومین بس با اینه آره اون زیر پوش این کالیبره که با هم یکی حساب میشه دومین وسیله بچه ها این زیر کاپشن ما میومد و یه جورایی به عنوان کالیبر استفاده میکرد این برای من چیزی توش نیست نه اینم برای آرمان بعدش دو تا بطری آبامون دو تا سلاح ها این یک و اره دومی بذارمش تو کیفش خب این هم بذاریم راحت توی کیفش کیفش هم اصلا ما استفاده نکردیم همش یه گوشه ای مینداختیمش چخماق توی این بادم نتونستیم آتیش روشن کنیم پس به دردمون نمیخوریم چخماق دو امتیاز میندازیمش داخل کلاه آرمان منم که کلاه همراهم نبود دستکش من آرمان دو ست میندازیم داخل دو ست ماهیگیری تور ماهیگیری شاهدید میندازیم داخل
شورتمون. اوکی شورت من، شورت آرمان. آخرین وسیله‌ای که ما قراره بنازیم داخل این کیف کفش و جورابامون هستن. امیدوارم که جا داشته باشه. و این نکته هم بهتون بگم که وسایل فیلمبرداری مثل دوربین و چه میگم از این پایه دوربین و چراغ که رو پیشونیمون هست حساب نمیشن، واسه همین دیگه اونا رو تحویل ندادیم. قراره که دوباره بدون کفش باشیم، نمیدونم چرا، ولی این چالش همش با کفش در ارتباط بود. خب این از کفش، اینم از جورابم که هنوز خیسن. یه لنگ کفش، یه لنگ جورا. ببین اول یه لنگ تو بذار، یه لنگ من، چون میترسم لنگ دوم جا نشه. لنگ من. اون وقت بهتره که حداقل یه لنگ از هر دوتامون باشه که دیگه مطمئن باشید که نتونی نمیتونی استفاده کنی. نه بچه دو لنگ جا نمیشه. این الان باید بسته شه و بستم باید بیاد روش. حتی یه لنگ هم جا نمیشه. بچه خودتون شاهدید اینجوری به زور میتونم ببندمش، ولی لنگ دوم جا نمیشه. پس یه لنگ کفشمون رو میندازیم این داخل، یه لنگشو میذاریم تو چادر. دیگه کسی که از یه لنگ کفش استفاده نمیکنه. دقیقاً. تمام شد رفت. یه وسیله دیگه که من باز میخوام تحویل بدم و هی یادم میره. کربندمه. کربندمم تحویل میدم. دارید میبینید گذاشتمش داخل. و الان در کیفو میبندیم. بچه‌ها امیدوارم که این جا بشه. آو، دستم پر خونه. تمام. کیفمون پلام به پلام شد. تنها وسیله که بیرون موند یه لنگ از کفش من و یه لنگ از کفش آرمانه که می‌ذاریم گوشه چادر. این از وسیله‌ای که ما برای این چالش تحویل دادیم. الان ما فقط دو تا کیسه خواب داریم. چادر رو بالا سر داریم. کاپشن، شلوار. فقط امیدوارم که برنده این چالش بشیم، چون که واقعاً حتی از شورت و از تمام وسیله‌مون هم گذاشتیم. خب اش از اونجایی که ما تمام وسیله ها رو تحویل دادیم و هوا واقعا خیلی سرد، یعنی امروز هوا خیلی سردتر از دیروز و روزهای دیگه است، واسه همین الان لم دادیم توی چادرمون توی پناهگاهمون و سعی می‌کنیم یه چرت کوچولو بزنیم. ما که الان بغل دریاچه این باد واقعا داره اذیتمون میکنه، ولی خدا رو شکر پناهگاهمون خوبه. بازم فقط باد از بغل میتونه بیاد داخل، از جلو و عقب ردیفه، همه چی اوکیه. ولی واقعا دیروز من فکرش نمی‌کردم این پناهگاه ما رو از دست این بارون یه جورایی در امان بذاره. اصلا بارون خیلی شدید بود، یعنی خیلی شدید، انگار سیل داشت میومد از شب تا صبح، تا 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 فقط داشت میبارید. ولی یه ذره هم خیس نشدیم و خدا شکر همه چی خوب پیش رفت. الان فقط دوست دارم یه ذره استراحت کنم، شاید دوباره بلند شدم چه میدونم یه کاری انجام دادم، ولی دوست دارم استراحت کنم تا فردا بچه بیان دنبالمون. آقا من یه چرت چه میدونم نمیدونم یه چرت کوچولو زدم بهش میگن چرت کفتری. دقیقاً. و الان از خواب بلند شدم چون که دستشویم گرفته و دیدم که آخ کمرم، آخ کمرم درد میگیره، یعنی از بس انرژی نداره آدم حتی خم شدن معمولی هم برای من خیلی سخته. بچه خواستم اینو بهتون بگم، الان روز چهارمه، یعنی تقریبا کمتر از شاید 24 ساعت این چالش ما تموم بشه. خیلی گشنمه، خیلی گشنمه، انرژی ندارم، سرم گیج میره، ولی انگیزمون برای برنده شدن توی این چالش بالاست، هم من هم آرمان. یعنی هر اتفاق دیگه هم بیفته، سیل بیاد، طوفان بیاد، شاب سنگ بخوره به زمین، باز اون اراده است که نمیذاره آدم گیواب کنه، که نمیذاره آدم چه میدونم یو بگه نه من نمیتونم، منو ببرید خونه، و اون اراده نمیذاره که آدم اینجوری فکر کنه. اگه شما هم توی زندگیتون خب توی شرایط بدی هستید، مشکل دارید، باور کنید گیواب کردن هیچ اصلا راه حل خوبی نیست. با قدرت بجنگید، با قدرت ادامه بدید، همه چیز اوکی میشه، بهتون قول میدم. انگیزه و قدرت خیلی مهمه، قدرت اینکه شما ادامه بدید حتی وقتی که انرژی نداشتید، ادامه بدید. بالاخره روزای خوبم میرسه. تو واقعا سخته دیگه، خیلی سخته. همش داره باد میاد، سرده، دستمون رو بریدیم، انرژی نداریم. واقعا سخته دیگه. دیگه واقعا داره به اینجا میرسه، دارم به آخر میرسم. دیگه نمیتونم. احساس میکنم که کلاً صفر صفر شدم. بچه‌ها هر کاری میکنم خوابم نمیبره و هر کاری هم میکنم تایم نمیگذره. واقعا نمیدونم چه روز آخر همیشه اینجوریه. الان خیلی دوست دارم هر چه زودتر هوا تاریک بشه، بخوابیم، صبح بلند شیم و این چالش تموم شه. احساس میکنم خیلی لاغر شدم، نمیدونم. احساس میکنم حداقل 3-4 کیلویی کم کردم. وای، موهامو الان دقیقاً 4 روزه که نشستم. هولی شیت. این چالش تموم شه، بریم خونه. یه حموم درست حسابی بکنیم، بشینیم یه غذای درست حسابی بخوریم و بالاخره فردا شب یه بالشت درست حسابی می‌ذارم زیر سرم. تا حالا دیده بودی با سنگ آدم بخوابه؟ خودش دیده بودی؟ نه خدا وکیل. خدا وکیل نبیم، آرمان خودش رو زمینه، من رو سنگ. انگار توی گاوداری اومدیم داریم زندگی میکنیم. اصلا فکر کنم داره چک میکنه، خیلی درد میکنه. آو مشکی شده؟ درش نزدیک؟ نه ولی خب خون لخته کرده. ببین فردا حتما باید بری شستشو بدی.
خب بچه‌ها امروز روز چهارم چالشه و فردا قراره که ما از این محل بریم و این آخرین غروب آفتابی که من امروز می‌بینم و بازم یاد دوست صمیم پوریا افتادم، گفتم که بازم یه سلامی بهش کنم. امیدوارم سال دیگه توی فصل دوم انسان در مقابل طبیعت پوریام شرکت کنه. پوریا بچه کم کم داریم با آخر این چالش میرسیم و نمیدونم، از یه طرف خیلی خوشحالم، از یه طرفم یه جورایی ناراحتم، دارم برای اینجا تنگ میشه. تو این 4 روز احساس میکنم اصلا از همه چیز دور بودم، استرس، این اون ویدیو جدید بذار، ویدیو جدید بگیر، سر کار برو، چه میدونم این قرار از دست نده، این قرار از دست نده، برو بانک، از همه چیز دور بودم، از همه چیز دور بودم. تنها چیزی که من اذیت کردم گشنگی بود، ولی استرس نداشتم، به خدا اینقدر استرس نداشتم که توی زندگی عادیم دارم. ما میریم کم کم بخوابیم، یا بهتر بگم سعی کنیم بخوابیم تا فردا که روز آخره. یس این چالش هم تونستیم با موفقیت به انجام برسونیم. بچه ها شب شده، نمیدونم معلومم یا نه، ولی قبل خواب بریم یه ذره آب بخوریم. بالاخره از همین آبی که امروز صبح بابا بطریام رو آماده کردیم، نصفش هم میذارم برای آرمان و بریم بخوابیم. آبی که امروز صبح نمیدونم معلومه یا نه، تو این بطری که تو طبیعت لوت کردیم، تو این تمیزه. بطری سیف کردیم، دقیقاً شستیمش، بطریامونو که پس دادیم. خوردی تو مهران؟ آره با ویتامین اضافه هم داره. من خواب بودم مهران و بیدارم کرد، گفتش بیا آب بخور، میخوریم به سلامتی. آب آخه به کسی به سلامتی میخوره؟ خیلی خفن بود. آخرین آبمون که اینجا میخوریم. آخرین آبی که بعدا این چالش تموم تموم میشه. وای میریم خونه. خیلی حال میده. خوشحال میشم برم حمام. بچه‌ها الان نصف شبه. خیلی 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 سرده مونه. یعنی هر جوری میخوابیم یخ میذاریم از سرما. من کلام میذارم روی سنگ، کلاه کاپشنم روی سرمه، کیسه خوابم میذارم روی سرم و اینقدر تونتون نفس میکشم تا نفسام یه جوری کیسه خوابو گرم کنم. ولی امشب خیلی هوا سرده و نمیدونم، بعضی وقتا میترسم یا بخوابم یخ بذارم دیگه اصلا بیدار نشم. ما تو این چادر هیچ سلاحی هم نداریم، اینه که ایوونی چیزی بیاد کارمون تمامه، تمام سلاحمون توی این کیسه نارنجی پایینه. بچه ما وقتی لباسامون تحویل دادیم، وای پره پش است، یعنی شما نمیدونید حمله کردن، یعنی حمله ها. ما میریم تو کیسه خواب، درش هم میبندیم چون پدرمونو قراره دفع، یعنی فوتی که میکنن داره میاد تو سردمونه. از اون موقع اومدیم کیسه خواب، بعد دیگه نمیتونیم آتیشو خیلی روشن نگه داریم دیگه، به خاطر اینکه کفش و جوراب نداریم. بعد من پام خیس بود، خطرناک، قارچ ماش میگیرم. اومدیم یه خوابیدیم کمرمون درد کنه، واقعا شب آخر بگذر تموم بره، معدم درد میکنه. آره حق داری معدت درد بگیره. آقا تا فردا خدا حافظ، شبتون بخیر باشه قشنگا. من و فیفی دوتایی بیدار شدیم، فعلا نمیتونیم بخوابیم از بس که صدا حیوانای مختلف دورمون میاد و خیلی نزدیک، یعنی از اون شبای عجیب ترسناکه، جدی میگم، یعنی صداهای عجیبی میاد که تا حالا نشنیدم اصلا صدای چه حیوانی میتونه باشه. وای امیدوارم که بعدیش اینه که هیچ وسیله دفاعی نداره. فشه رفت تو چشم. خدایا یه دقیقه میخوای فیلم بگیریم، مگه این پشه ها میذارن؟ از این برم پشه ها دارن دیوونمون میکنن. حالا بعدش میدونی چی از چی میترسی؟ وسیله دفاعی نداریم تو ساکه، این خیلی بعدش میکنه. بریم ببینیم چی میشه.